دو، از نظر حقوقی این مطالبی رو که الان می‌فرمایید با نکاتی که 10 سال پیش هنگام اعلام سلطنت تونیا به قولی به عنوان اعلام آمادگی برای سلطنت فرمودید اندک تغییراتی داره. ما از شما می‌خوایم که برای هوادارانتون، حتی برای مخالفانتون که بسیار هم نیستن، روشن کنید که آیا همکنون خودتون رو شاه می‌دونید یا خیر. مفهوم دومی که از شما می‌خوایم اینه که اگر الان خودتون رو شاه نمی‌دونید، آیا اگر مردم به شما رأی بدن قبول خواهید کرد یا به کلی از پادشاهی سرنگون کرد؟ منم می‌خواستم بهتون بگم که این فرصتی است برای اینکه بسیاری از مطالبی که مطرح شده یا در افکار همیانمون هست یک بار دیگر بتونم روشن بکنم که یک خاتمه‌ای بده به یک بحثایی که متاسفانه و واقعا حیف از مردم ایران که پای اینجور بحثا وقتشون رو تلف بکنن، ولی به ناچار بایستی روشن کرد. به این فرصت من بتونم یه مقداری مسائل رو باز روشن بکنم. خیلی ساده بهتون بگم، روزی که در قاهره بودم و پس از فوت پدرم تصمیم گرفتم که راهی رو که برای خودم در زندگی انتخاب میکنم اون راهی است که برخلاف این که پشت کرده باشم به ملت خودم و به مملکت خودم و راه زندگی خودم رو برم، یک مسئولیتی رو که تاریخ گردن من گذاشته بود رو در اونجا بپذیرم و وظیفه میهنی خودم رو گذشته از اینکه به عنوان یک ایرانی به هر حال این کار رو می‌کردم، ولی خصوص به عنوان کسی که روی دوشش یک مسئولیت تاریخی عمیقی هست، در اون روز این مسئولیت رو در وجود خودم، در باطن خودم ببینم. و به همین دلیل بود که در اون روز در واقع به هم‌میهنانم گفتم که من شما رو تنها نخواهم گذاشت و من سهم خودم رو در این حرکت خواهم داشت. متاسفانه خانم بس بهتون بگم که بعضیا هستن، حالا نمیدونم یا خودشونو به اون راه میزنن یا شعور سیاسی کافی ندارن یا به هر بهانه‌ای میخوان مسائل رو تحریف بکنن و با لغات بازی کنن و مباحثی رو پیش بکشن، بی جهت مردمون رو و مردممون رو دوچار یک ابهامات یا یک کنجکاوی ها و یا حتی یک نگرانی های بی جا میکنن. و من با کمال میل به تک تک سوالایی که دارن و شما دارید جواب خواهم داد، چون فکر میکنم مهمه این مسئله روشن بشه. تا اونجایی که من خاطرم میاد به این شکل سعی کردم سوال رو جواب بدم که برای هم‌میهنانم روشن باشه که سلطنت در ایران در واقع یک جزئی است از تاریخ و تمدن و فرهنگ و مملکت. سلطنت که برای مردم ایران یک مفهوم، اگر امروز در ایران هستند اکثریتی که خواهان بازگشت اون نظام هستند، به نظر من به خاطر اینه که یادآوری خواهد بود از یک تداوم فرهنگی اجتماعی، اون چیزی که برای ایران در تاریخش بوده و جزء فرهنگش بوده و نهاد سلطنت یک نهادی بود که تونسته بسیاری از این مسائل رو برای مردم مملکتمون حفظ بکنه. در پاسخ به اون نوع سوالات که جنبه های سیاسی داره و بر اساس یک مفروضاتی و یا یک فلسفه سیاسی و یا مباحث بیشتر تکنیکی میگرده، پاسخ هم به اون نوع سوالات چار باست در رابطه با اون نوع مباحث و طرز برداشت و بحث باشه. بنابراین وقتی که مسئله یک راه حل سیاسی برای ایران مطرح میشه، وقتی و اینو لغت خارجیش رو استفاده کنم یک نوع آلترناتیو سیاسی مطرح هست و وقتی که به وضعیت ایران شما نگاه میکنید، اون چیزی که واضحه هست که ملت ایران امروز و در رابطه با آیندهش بایستی یک روزی به یک وضعیتی برسه که بتونه سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. سلطنت در اینجا چیکار میتونه بکنه؟ سلطنت از دید من یک آلترناتیو سیاسی هست، یک مکانیزم سیاسی است در اختیار ملت که چنانچه ملت ایران این راه رو، این نوع مکانیزم و این رو ساختار رو، این نهاد رو به عنوان سیستمی که در اون مملکت باعث باشه رو در اکثریت بپذیرند، خب در آینده در زمانی که ملت بتونن آزادانه این تصمیم رو بگیرن میتونن این نهاد رو به عنوان سیستم و نظام حکومتی که برای خودشون میبینن انتخاب بکنن. یا فرض بگیریم که اگر
سیستم جمهوری برای مملکت چیزی است که اکثریت مردم میخوان، نظام جمهوری در مملکت پیاده بشه. و اما در رابطه با پوزیشن و موقعیتی که خودم نسبت به سلطنت دارم و میبینم، ببینید اینجاست که این بحثا بیهوده و این بهانه ها مطرح میشه. من اعتقادم به اون نظام به این خاطره، نظام سلطنت، چون شخصا معتقد هستم که برای مملکتی مثل ایران نظام سلطنت بهتره، یک نظام دموکراتیک رو برای اون جامعه با توجه به تاریخ و فرهنگ و سنت و آداب و رسوم و میخوام بگم ذات اون جامعه جور در بیاد برای حفظ نظام دموکراتیک، بهتر از یک نظام جمهوری دموکراتیک. لااقل این اعتقاد شخصی. حالا تصادفاً من وارث اون تاج و تختم هستم، ولی از روز اول به همیهنانم گفتم من اولین چیزی که میگم این هستش که من یک ایرانی هستم و بعد یک آدم دموکرات ایرانی هستم و بالاخره وارث پادشاهی در ایران هستم. من خودم رو پادشاه میدونم بر اساس اون فرهنگ و سعی میکنم وظیفه‌ای که یک پادشاهی بایستی در رابطه با مسئله مملکتش امروز داشته باشه به اون شکل عمل بکنم. منتها ببینید، اگر من بخوام به عنوان یک پادشاهی که نه به خاطر خودش، نه به خاطر سلطنت، ولی به خاطر ملت ایران خدمتی بکنه، اولین حرفی که به شما خواهم زد این هست که سلطنت سرمایه است که در راه نجات ایران امروز من به کار ببرم. من سلطنت رو برای ایران میخوام، نه ایران رو برای سلطنت. اینو بارها گفتم. یعنی چی؟ یعنی ملت ایران یک حقی رو از شما جمهوری اسلامی گرفت، حق آزادیتون رو، حق تفکرتون رو، حقوق بشرتون رو. اون چیزی که از دید ملت ایران حداقل چیزی است که در دنیای امروز باید انتظارش رو داشته باشن. جمهوری اسلامی تنها حکومتی است در دنیا که میاد میگه من مشروعیتم رو از ملت کسب نمیکنم، از جای دیگه کسب میکنم. من حرفم چیه؟ حالا از هر دیدی به من نگاه بکنم، من حرفم این هست که ملت ایران بایستی برگرده به آزادیش، بایستی برگرده به حاکمیت مردم و ملت ایران بایستی آزاد بشه تا بتونه در یک محیط آزاد سرنوشت خودش رو به دست خودش، بدون هیچ دخالت خارجی، بدون هیچ اعمال نفوذ سیاسی، بدون اینکه کوچکترین خدشه‌ای به منافع ایران برسه، انتخاب بکنه. پس وظیفه من در این موقعیت به عنوان پادشاه این هست که هدفم غیر از آزادی ایران و بازگردوندن آزادی به ملت ایران چیز دیگه نباشه. حالا چی گفتم به مردم قبلا؟ برای اینکه مسئله روشن بشه، من چیزی که به مردم گفتم اینه: سلطنت برای شما مردم هست که بخواین یا نخواین. اگر خواستید سلطنت تداوم خواهد داشت و من با کمال افتخار در نقش یک پادشاه مشروطه به مملکتم در اون قالب، در اون موقعیت خدمت خواهم کرد. اگرم خواستیم برین نظام دیگری رو برای خودتون انتخاب بکنید، من در یک قالب دیگری، در سطح یک ایرانی، یک شهروند ایرانی، از طریق دیگری به مملکتم خدمت خواهم کرد. و برگردم به اون سوالاتی که هست که باز من پرسیدید. من هیچ جا نگفتم که اعتقاد به سلطنت ندارم، نگفتم که خودم و پادشاه نمیشناستم. من یه حرف خیلی ساده زدم و اونم این هست که هدف من امروز در ایران سلطنت نیست، هدف من نجات ایرانه. وظیفه دفاع سلطنت کار پادشاه نیست، کار هواداران سلطنته. میدونی؟ اگه یک کسی میخواد رئیس جمهور در مملکت بشه، طرفداران نظام جمهوری هستن که از تز جمهوری دفاع میکنن، مگر اینکه یک کسی بخواد به خاطر رئیس جمهور شدن از جمهوری دفاع بکنه. خب من در این موقع بیام بگم من بایستی حتما بگم سلطنت رو میخوام تا مردم بیام به سلطنت رای بدن، آیا فکر نمی کنید که این سوال ممکنه بشه؟ پس هدفش واقعا سلطان شدنه، نه که سلطنت برای ما مردم چه فایده.